بله با شاکریم قاسم آقا. آقا ما هم مثل این که شوفر آژانس شمایی ما چی رو در دست رسیستی؟ بابا این همه پول دادیم که تو دست باشیم ما. باشه نه آدرس رو بده. بایسته بگو. خب کوچه آرایشگاه خیر. نه چش یا علی خدا از آژانس مزاحمت میشم خانم. منتظر باشی. چشم. به روی چشمای قشنگه. ببخشید خانم، میشه بالاخره بفرمایین کجا قراره برین؟ خودم هم نمیدونم. به پای فضولیم نذارین ها، عبابت مشتریگری میپرسم. میشه بدونم چی شده؟ یه نامردی. بله میفرمایید. یه نامردی به اسم فرامرز که شوهرمه قرار بیاد دنبالم. ناسلامتی امشب عروسی مونه. شاید بنده خدا تو ترافیک گیر کرد. چی میگی آقا؟ از ساعت 6 تا حالا تو آرشگاه منتظرش موندم. دیگه کم کم داشته آرشگاه تعطیل میکرده. مجبور شدم با آژانس شما زنگ زدم. بعد داری میگی تو ترافیک گیر کرده. ببخشید خانم، حالا چرا سر من دارین داد میزنین؟ چشم، من از این به بعد دیگه لالمونه میگیرم. سامول باک. ببخشید خانم، باز مشتیگیریمون گل کرد. شاید تو سلمونی، خیاطی، یه جایی خب بنده خدا گیر افتاده.
سلمونشو بلدی؟ آره. گفتین اسمش فرامرز پارسا بود، نه؟ آره، چی شده؟ بنده خدا ساعت 3 کارش تموم شده رفته. ساعت 3؟ ولی نگران نباشی، آقا سعید پیداش میکنه. آقا سعید دیگه کیه؟ همین مشتی که جلوتون نشسته. با صاحب این رستوران خیلی صمیمیه. نگفتم بالاخره آقا سعید براتون پیداش میکنه. بفرم. ببینم شما اینجا چی کار میکنی؟ پس باید کجا باشم؟ شما امشب کلی مهمون داریم، پس فرامرز کن. من اومدم همین سوال از شما بکنم. مثل اینکه مرا بود امشب با شما عروسی کنم، نه با من. ولی نیست، نیست، نیست. کجاست این رفیق شفیق شما؟ شاکر قاسم آقا، بابا امشب برای ما کار درست کردی تو همه این مسافرتا. نه بابا عروسه یارو، چی خوش به حالت بابا انام میگیری؟ از سر شب داله در به در تو خیابون داریم برای خانوم شوهر پیدا میکنم. آره خلاصه فکر کنم امشب از اون شب. نه نه باشه، من به زنگ میزنم. نه اومدم. یا علی خدا حافظ. امروز فقط تلفنی با من حرف زد. خب بفرمایید، اینم ماشین بنده آماده برای گوخ زدن و خراب کردن اعصاب مردم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا مرمت توزیه. ساعت 9 خورده ایه. چی آقا؟ مجانی که نیومدی کرایش رو میدم. بلا بس کرایه نیست، آقا ما هم خانواده داریم، امشب ایجا مهمونیم، اگه نریم اون وقت. چی آقا از زنت میترسی؟ زنم؟ از زنم که نه بابا، ولی خدا وکیلی هم مادر زنم مثل سگ میترسم. خدا بعد 15 سال به این باجنا آقا ما یه بچه داده که اون وقت اگه ما نریم کی میخواد ابرای مادر زنمون رو جمع جور کنه؟ یه ابرو میره بالا، یه ابرو میاد پایین، هر راهی دماغو باد میندازه. خدا وکیلی شامپانزه پیشش مداراست. مردم اگه بود مردای قدیم. آقا نگرفت میخوام پیاده شم. اصلا شما درد نکنه، یعنی بفرمایی مردای جایی در پیتن و غزمی آشه. الو سلام. نه بابا مسافر داره. بابا تا مسافرم نگه آقا سعید خلاصی من که نمیتونم بیام. تو و مادرتم خواستین برین، نخواستین نرین. مردم مرده جدید، علل خصوص آقا سعید. بکنم فردا دادگاه داریم. میگم خانم میخوای یه بار دیگه به آقای داماد زنگ بزنی؟ 10 بار گرفتم. یه بار میگه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد، یه بار میگه خاموشه، یه بار میگه اصلا تو شبکه وجود نداره. اسباب بازی، یا شانس یا اقبال. یه بار دیگه.
نداره؟ بفرمایید. این دفعه میگه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. شیطونه میگه پرتش کنم. به خدا هیچ دلم نمیاد. 500 مایه دادم. یه سالم پاش خوابیدم. میگم خانم ما بی خودی داریم دور خودمون میچرخیم. میگم یه سر بریم مجلس عروسی. شاید بنده خدا رفته اونجا. خب من برم. نه میخوای من برم. معلومه شما باید بریم. اونم تنها. چشمم کور از اولش بودم. بقیهش هم هستم. با هم میریم. آقا منظور من داماده. آخه من با شما برم که چی بشه؟ جواب حرف مردمو چی بدم؟ چه با داماد، چه بی داماد. چه شام بدین، چه شام ندین. مردم حرف خودشونو میزنن خانم. تفلک پدرم. الان حتما خیلی ناراحته. از اولش هم راضی نبود. دوستش دارین؟ من مطمئنم براش مشکلی پیش اومده. بس معلومه دوستش دارین. آقا اصلا شما به این کارا چی کار دارین؟ رانندگیتون رو بکنین. بدهکارم شدین. سلامتی عروسیه. معلومه کدوم خونه است. لااقل یه نشونی از آقای داماد بدین که من دیدمش اونجا بشناسمش. یه چیز شبیه شماست. راست میگی؟ از کارش درسته. حق دارین دنبالش بگردین. الانم جان خونه عروسم. یه سر رفتم تو خونه که خیلی سرم به آقا فرامرز و زنش تبریک میگم. وقتی دیدم آقا فرامرز هنوز نیومده برگشتم تو کوچه و دیدم ماشینم نیست. جانی چی نداره؟ دوستی درش دیگه. ناراحت نباشم چی کار کنم؟ عربی برسم؟ ماشینمو دوستیدن. بسیار خب بعدم با تماس میگیرم. ماشین اونو چرا دزدیدن؟ فکر کنم اونو بعد از آقا دزده پرسید. چه شب بدیه امشب. نگران نباشی. از قدیم گفتن پایان شب سیاه سپید است. الکی. شما گشنه‌تون نیست؟ ساعت 12 شبه. اول یه زنگ به مادرتون Thank you.
گفت همه مهمونا رفتن خونه هاشون، فقط ما موندیم و پدر مادر داماد. بفرمایید خانم. من از شما خیلی متشکرم، شما امشب خیلی زحمت کشیدین. از طرف منم از خانمتون عذرخواهی کنین، بگین که گیر یه عروس بد شانس افتاده بودن. اختیار دارین، وظیفه بود. ایشالله هم که برای آقا داماد مشکلی پیش نیومده و صحیح و سالم میاد سراغتون. دیگه فایده ای نداره. خب من بعد چقدر تقدیم شما کنم؟ اولا قابلی نداره. متشکرم، همین که همراه بودیم برای من خیلی ارزش داره. 4 ساعت خورده ای. خورده ایش چی؟ 2 تا تلفن هم داشتین، اونم مهمون آقا سعید. جواب مادر زنم هم باشه تو دادگاه. 8 تومن. اگر اجازه بدین برم از خونه براتون پول بیارم، چون همراهم پول ندارم. ما که گفتیم قابلی نداره خانم. کنم تا صبح بعد منتظر مایه باشی آقا سعید. سلام. سلام. ببخشید آقا جون، فرامرز کجاست؟ از ما میپرسی؟ تو باید بگی اون کجاست. ولی اون پسر شماست. بود، حالا دیگه شوهر توه. بریم خانم، دهن به دهنش نذار. مشکلی پیش نیامده باشه. اصلا حرفشم نزن، که اصلا نمیخوام اسمشو بشنم. بهش بگو میخواستی با چراغونی و میوا و شیرنی آبروی منو تو محل و فامیل ببری. خب همینطوری هم میتونست بی آبرو کنی، مثلا دختر گذاشت. مادر امشب اینجا نباشی بهتره. کجا برم مادر؟ بابات الان خیلی عصبانی، میترسم تو رو ببینه بدتر بشه. ولی من دلم میخواد با بابام حرف بزنم. من چه میدونستم اینطوری میشه؟ میتونم، ولی خودت میدونی که بابات از اول با این ازدواج مخالف بود. با این وضعی هم که پیش اومده اصلا نمیشه باش حرف زن. برو یه چند روزی برو خونه خالم. بازم ببین. چشم دیگه کجا بری؟
کیه؟ سلام خاله جون. تو اینجا چی کار میکنی؟ کیه خانوم؟ مهتابه. خاله جون فعلا با بابا مشکل دارم. باباش مشکل پیدا کرده اومده اینجا. خانوم ما رو درگیر نکن. منظورت چیه؟ تو که میدونی باباش چه ببلجه. کی میخواد فردا جوابشو بده؟ من. مهتاب. خاله جون. مهتاب. بیخیا به قول شما خاله هم بود خاله های قدیم. من به شما امشب خیلی زحمت دادم نه؟ بابا این حرفا چیه؟ خدایش ما تا تهش هستیم. من فکر کنم اگه امشب برم خونه عموم خیلی بهتر باشه. با این که زنم اون میخواد تا صبح سینجینم کنه ولی خب چاره ای نیست. دست شما درد نکنه. یعنی آقا سعید مرده؟ خیلی ممنون آقا. شما هم این خواهر ما درست قابل نیستی، ولی بالاخره کل به خرابه هست که رو سر اون بارون نگیر. حالا خانم زن ما خیلی حالیشه. باز مادر زنم میترسم که اونم خدا رو شکر شبها میره خونه خودشون میخوابه. با همه این حرفا نه، چون من اگه جای خانم شما بودم میدیدم نصف شب شوهرم با یه زن اونم با لباس عروس میاد خونه، اصلا بهتره که دیگه بقیهشو نگم. بابا زن ما مشتیه. آزر الان برسیم خونه خوابه، توپ هم بیدارش نمی کنه. صبحم قبل از اینی که بیدار شه و شما رو ببینه من همه چی رو بهش میگم. خانم یا علی به آقا سعید مبارک باشه. شیرید برسه؟ میرسه، میرسه. خانوم، اینجا محلهش با محله شما فرق میکنه. تو دو دقیقه دیگه همه اهل محل اینجا. نمیام. آخه چرا؟ میخوای برم زنمو صدا کنم بیا؟ اصلا واسه خاطر اون نمیام. مگه اون چه گناهی کرده؟ عجب گیری کردیم ما. نمیام. باشه، خود دانی. اصلا شما رو به خیر و ما رو به سلامت. هر پدرت واسه ما قبای مشتریت. گاومون زهید چی شده؟ مادر زنم خونه است، حق با شماست، بهتره بریم. سلام عرض کردم. هیچ میدونی ساعت چنده؟ تازه سرشب با حالا. عجب،
پس سر شبه، جنابالی هم با حالی. حالا چرا در نمی‌بندی؟ خیلی خوش درخشیدی، واسه مسعودم میزنی. فکر میکنه اینجا تحویله است؟ بیا بالا، یه مادر زنم بود خوابی. تو رو خدا بیا از اینجا بری. بیا برگردی. الان تو خیابونا بدتره، صبح که خواب بودن میریم صبح زود. برو. آخه کیفم و لباسم تو ماشین شما هست. من میارم، برو تو. اینجا چرا؟ خب برای اینکه جا ندارم. برو برو برو، من برم بیارم. برو دایی جون. از چشم افتادی به این زودی؟ سلام خان داداش. چه عجب آبجی خانم، ما به شما بد کردیم. مگه چی شده؟ سلام دایی جون. ماشین خریدنش با ما، کار پیدا کردنش با ما، رو انداختن و ضمانت کردنش با ما، اما عروسیش بی ما. باز در همسایه ها و بچه ملا خبرمون کنن. بابا گلی به جمالت. با مگه عروسی کرده؟ اینو داره ما رو سیاه میکنه. خانده داشت به جون خوده، به ارواح خاک ننه بابامون، اگه من بدونم چه میگی. زنده ها رو عذاب میدی بس دیگه، پای مرده ها رو بسر نکن. ای جون یه دقیقه بذار من اشکن. این دست که نمک نداره. اومدی میدون پیشم، گفتی خانده داشت سعید سربازیش تموم شده، بیکار و بیار داره میگرده، میترسم معتاد شه، دوست شه، قاچاق چی شه. یه کاری واسش بکن، بابام که نداره. ما به غیرتمون برخورد، گفتیم آبجیمونه، سیویلمون به چارقدش چسبیده، بردیمش میدون در مغازه زیر سایه خودم. حمادت وایساد، این کارو نبود. رفتیم برای شپیکان دست و پا کردیم، گفتیم آقا مسافر بالا پایین کنه، به تریج قباش برخورد، گفت پیکان سوار نمیشم، جوادیه. گفتیم آردی، گفت مخفیه. گفتیم چشمون کور، مهم همین آبجی. یه پژو دست و پا کردیم، گذاشتیمش آژانس. گفتیم هر چقدر کار کردی، نصفش مال خر، نصفش مال صاحب خر. حالا وقتش که معرفت رو کنیم.
کم فروشی میکنی. عروس میاری بی خیال خانده داش. بس میشه. دختر به پایی رو ما بیاد. چشم بیار. خانده داش مگه میشه آدم عروس بیاره بدون اجازه شما؟ حالا که شده؟ والا نشده. دختر یه تحتا بیار. تو زن نگرفتی؟ زبونم لال زبونم لال بیدایی بشم اگه دروغ بگم. چی بهتره؟ تو دیشب عروس نیوردی تو خونه؟ چرا آورده؟ با 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 گل در اومد از همون سنبول در اومد از همون به فرما آبچی خانوم فقط میخواستی اسمتون رو دختر من به زینو بردومش کنین؟ توف به غیرتت بیاد با این کجا بود؟ تو جیب بغل بنده نه آبچی خانوم تو اون برای جوب، ما هم این برای جوب ما دیگه کاری با هم نهیدیم نمونه ازم تفلکی که فکر میکنه صاحب داره من خودم بهش میگم نه، سریقت هم بعد این بدوید رفتی بریدن آب بدوی دعاشت بخوره که عتشش بیشتر هم منه تو برو کنام بابا به پیر به پیغمبر داری اشتباه میکنی دایی من، مادر من، پنج دقیقه دندون رو جگر بذارین من تا همه چی رو براتون دوزی بده بخواه نمیذارین شما که خود این که بادم اینجوری تا بکنه وای باده غریبه ها دایی دایی باش فقط همینو میخواستی؟ ولی کور خوندی من جنازه بچه‌مو رو کور تو نمیذارم دایی جون دایی به ارواح خاک آقا مگه دروغ بگم هم لنگه آقا خدا بیامرزتی تا روز آخر یه روده راست توی دلش نبود آخه دایی یه دقیقه تکلیف این فجارم روشن میکنم دایی بذار من توضیح بدم اگه بیرا گفتم بزن تو دهنم آخه دایی یه دقیقه باعث سبه من چی دارم میگه من نگاه بکن بیر نشستی واسه خود نقشه کشیدی؟ خانم اشتباه میکنین آخه این چی هست که من بخوام براش نقشم بکشم چی شد چی شد؟ یه لنگ عبرش به هیکلت میارزه مادر بس کن بذار حرفشو بزنه حرف نزن همچی میزنم خانم پسر شما به من گفته که زن دارم عجب عجب چی شده شما دیگه کجا داری میری کجا داری میری نمیدونیم امروز چی شده همه ما اینقدر تحویل میگیرن چی شد این رفت؟ هرچی دلش خواست بارش کرد بابا یارو آدم حسابیه بلندشو برو حیات خونهشونو ببین اندازه تمام آدم های کوچه ما تو حیاتشون درخت دارن از دایی هم آدم حسابی تره کشت ما رو با این داداشش همه چی از جز آدم حسابی؟ خاک بر سرت کنن که با این کار تمام خانواده رو به هم ریختی ببین چه جوری یارو رو پروندی یه شب تا صبح علافش بودم یه ریالم پول نگرفتم حالا جواب داداش آدم حسابی شما رو کی میده سهم خودم چی حالا کجا ره اول اینکه فکر کنه چطوری میتونه خانواده شما راضی کنه نگرانه که زنه کجا رفته آخه مادر من مگه من چیکار کردم چیکار می‌خواستی نکنی این زن کی بود؟ من چه میدونم؟ تو خونه ما چی کار میکرد؟ بابا من آوردمش خدا وکیلی هم با اصرارمش خاک بر سرت بکنم دختر دایت با اون خانمی رو ولش کردی رفتی سراغ یکی دیگه که نه ننش معلومه کیه نه باباش فالا بلا ننه بابا داره خوبش هم داره یه مشکلی براش پیش اومد پاش افتاد خونه ما فالا اون کجا ما کجا دختر با اون خانمی مگه دیگه گیرت میاد کیو میگی؟ اعظم خانومو آشپزی میکنه آدم هضم میکنه کارد بخوره این شکم خب زندگی که فقط غذا نیست تمیزیش خانداریش پس اونا رو چی میگی؟ کس به فرمین جارو برقی والا زن به این چیزا نیست پس زن چیه؟ آها زن یعنی اینه که آدم دلش تاپ تاپ کنه تا برسه به نه اینکه تا شکمش قار رو غور که یادش بیفته که زن داره زن برای شوهرش یعنی وفا یعنی صفا یعنی خلوت یعنی هیجان یعنی عشق لب به کلام یعنی آتیش که هرچی بیشتر بسوزونه شوهره بیشتر میره طرفش
ته دختر یه بنده که این قالب یخ میمونه که تنش مانتو رو سری کردن. آی گفتی خفه شو. بدبختی دخترای ما اینه که مادرها فقط بهشون قرمه سبزی و کشک بادمجون یاد دادن، یاد ندادن که چی کار کنن که چشم شوهراشون تو خیابون دو دو نزنه. بفرما رابط خانداداش شماست، چند تا کلوپ یادش رفته اومده بارمون کنه بره. برو در بکن. کجا؟ تو چادر تو سرت کن. کیه؟ اینو لطفاً بابت کرایه دیشب بدین به برادرتون. این که زیاده. خانو فای 100,000 تومان. بفرما مادر من دیگه چی؟ به نظر من با این پول زد تو دهنت. خدا چقدر جزت خودت خواستی. حالا کجاست؟ هیچی، صبح زود چند تا کارگر گرفت میز و صندلی و چراغا رو برد بیرون، میگفت اینا رو میبینم حالم بد میشه. حق داره. دیشب کجا بودی؟ خالت زنگ زد گفت هرچی اصرار کردم نیومده تو. آره راست گفت. خب کجا بودی؟ حمام. بعدم برات میگم. خانم بچه بزرگ کردن همیشه گرون بوده، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی. آدم بچهشو بزرگ بکنه اون وقت هر روز شاهد بزرگ شدنش باشه، بعد یهو یه نرخر از راه برسه آدم ندیده و نشناخته دست اون وردار بود. آخه مگه میشه؟ خودشه فرامرزه. بفرمایید خانم، یک ساعت دارم واسش قصه حسین کرد میخونم، تا صدای زنگو شنید خودشه فرامرزه. بفرمایید. اومدم پولتون رو پس بدم. من اونو دادم که با خانداییتون تقسیمش کنیم. دست شما درد نکنه، ولی ما زیاده طلب نیستیم خانم. باقیش هم بابت مشتیگری و اون پذیره تو حمومه. ضمناً من پول خورد ندارم. شب بخیر. تا شما مادر و دختر سپاز من نقرونی رو منو تحویل بهشت زهرانتین دست بردار بستیم. کجا؟ کار دارم. بابات گفته حق نداری سوار ماشین بشی. مادر جون بعد برم دنبال فرامرز.
من نمیتونم بشینم تو خونه ببینم یه نفر برام خبر میاره یا نه. بعد برم در خونهشون پیش دوستش سهراب. مهتاب جون، بابات الان افتاده رو قوز، نمیشه باش کل کل کرد. خیلی خوب، چشم، خداحافظ، خودم میرم. مهتاب بفرمه خانم، خوردش کردم. اگه پریشبم بهتون بعد گذاشت شرمنده، تنها کاری که بعد اصلا برمیمد رو مشتیگیری بکنم همین. چیزی رو که بخشیدم پس نمیگیرم، مثل شما مشتی هم نیستم. ما هم دوست نداریم زیر دین مردم باشیم. باشه، من الان یه چند جایی میخوام برم، شما میتونی اینطوری حسابتون رو پاک کنی. این شد یه چیزی، بفرم. ببین، فقط کافیه یه دفعه دیگه من اونو ببینمش. اون وقتی که یکی از ما دو نفر باید زنده بمونه. فعلا که گم شده. اگه میدونستم کجاست که از تو نمیپرسیدم. ولی اینو خوب میدونم، هر جا که اون هست ماشین منم همونجاست. خبری نی؟ ولی بر من هست. همه بدبختی من از اینجا شروع شد. بعد از مدت هم کلاسی قدیمی گیتی رو اینجا دیدم. تنها نبود، پسر خالش هم همراهش بود. به وسیله گیتی بود که با فرامرز و سهراب آشنا شدم. پسر بدی به نظر نمی اومد، خیلی ازش خوشم اومد. خانواده‌اش تو شمال زندگی می‌کردن. پدرش اونجا کارخونه چوب‌بری داره. خودش هم اینجا تو تهران زندگی می‌کرد. بعدش هم که دیگه اومدن خواستگاری و باقیش رو شما می‌دونید. ببخشید خانم، فضولی نیست از رو مشتیگریه بپرس. اولا شما چرا سراغ گیتی خانم نمی‌رین؟ دوما اصلا شما اینجا چیکار می‌کردین؟ اولیش گیتی مقیم فرانسه است. بعد از آشنایی من و فرامرز رفت اونجا، یه وقتایی هم میاد اینجا. دومیش هم این که من اینجا اسب دارم. فرامرز اینجا خیلی میاد. راستش خانم، من 30 سال تو این شهر دارم زندگی میکنم، هنوز یه همچین جایی رو حالا ندیدیم ما. بعدم من تا حالا فکر میکردم هر کی اسب داره، ببخشید درش که چیه. الو؟ بله خودم هستم. خانم صدای شما خیلی ضعیفه. بله، فرامرز پارسا. کجا؟ بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ بریم. خانم کجا بریم؟ دنبال فرامرز، چالوس، بیمارستان. خانم خوبه شما خانده ای منو دیدین. بدون اجازه مگه میشه جای رفت؟ این ماشین مال اونه، من فقط یه شوفرم. ولی من باید برم. خب شما بریم، ولی من نمیتونم. بینی بگیر. اون چی؟ تا یه مدتی میتونی باش زندگی کنی. خانم شما چی فکر کردین؟ هیچی فکر نکردم. به قول خودت فکر کردم یه مشتی روبرومه. خدایا چیکار کنم؟ Thank you.
خواهرم هستم. شما حالش چطوره؟ کجا؟ بله 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 ما... بله خارج از شهر؟ بله بله من الان خودم میرسونم. بله من الان خودم میرسونم اونجا. خیلی متشکرم. خدا خانم بیمارستانه یکم جلوتر اگه. نه الان یکی از دوستای فرامرز رو بهم زنگ زد، بردنش خونه، بعد بریم خارج از شهر. چشمه. جاده خرابه دیگه، نمیشه رفت. چیکار کنیم حالا؟ خیلی ممنون، من خودم میرم. میری؟ خدا من چیکار کنم؟ شما هم برگردیم پیش خانده ای داشتین؟ Thank you.
هنوزم خیلی درد داری میخوایم بریم بیمارستان. نه خانم، درد ما بیمارستانی نیست، درد کم لطفیه. بفرمایید، تا موقعی که این پیش منه درد دارم. منم چیزی رو که بخشیدم دیگه پس نمیگیرم. یعنی من باید تا آخرش این درد رو تحمل کنم؟ اگه اسم این درده از منم میندازمش بیرون که طاقت تحملش ندارم. خود دانی. با عزتون یه اتاق. چی؟ یه اتاق؟ بله. شما چی فکر کردین؟ خانوم یه دونه اتاق بیشتر نداشت، اونم برای شما گرفت. الان ما که شوفریم، اونو بابا اون تاسو. الو. سلام مادر، من شمالم. نه بابا مسافر دارم. شما گوشه بده دایی. من که گفتم میام شمال دنبال فرامرز. الو سلام دایی جان. نه من شمالم. نه بابا دایی به خدا برای کاسبی اومدم. بابا دایی مهتاب کیه؟ دوتا مرد با همه. مادر جون، خیلی خوب، شما بگین که من از ارث محرومم کنن، ولی من باید تکلیفم با فرامرز روشن بشه.
نه والله، به خاطر خودم اومدم، به خاطر شما اومدم. الو، الو دایی. الو مادر. الو ای که الهی بیدایی بشن، هم کشت ما رو با این پیجولش. بفرمی. سلام خانم پارسا، شما اینجا چی کار میکنی؟ من دنبالت. خانم پارسا، اینجا انقدر میمونم تا پیداش کنم. اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، از سیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تو صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میگم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذاره درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برا تا باز بخونم، که باز برا تا باز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایام قدیم بشینیم و سحر باشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تو باقی جوونی، بیا تو پوست پوست خونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. مادر فرامرزه.
سلام آقا جون. سلام. بفرمایید. منم مهتاب عروستون. ما داغ پسر به دلمون مونده. عروس چیه؟ چیزی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟ ما اصلا پسر نداشتیم. داشتیم. من نمیدونم شما چی میگین. مگه شما دو نفر نیومدین خواستگاری من؟ چرا؟ خب مگه پسر شما نبود که؟ ما اینجا اتاق اجاره میدیم. دو هفته بود که فرامرز خان شبای جمعه میومد اینجا. من و عیالم هم خیلی اخت شده بود. یه روز به ما گفت میخواد بره خواستگاری. چون پدر مادر نداره روش نمیشه تنها بره. از ما خواست که براش بریم خواستگاری. عیالم هم که حسرت خواستگاری رفتن رو به دل داشت خیلی خوشحال شد. فرامرز خان به ما قول داده بود که در عوضش پول بده. 200 تومان هم نقد به ما داد. بقیهش هم قرار شد بعد از عروسی. هم دیدیم هم فاله بود هم تموشا قبول کرد. همچین منو مادر صدا میکرد که غم تو دلم آب میشد. به هیچیش فکر نمیکردم الا خواستگاری. چند روز بعد اومد ما رو برد تهران. برد برامون لباس خرید. من خیلی خوشحال بودم. آخه چرا؟ به خاطر پول؟ به سر بدی نبود ولی نمیدونم چرا اون شب نیومد. ما هم دیگه ازش خبری نداریم. پس روز از نو روزی از نو. حالا پیدا کنید پرتقال فروش رو. بس کن. تو دیگه بس کن. خودشه. گیتیه. عجله نکن. چرا؟ این آقا سراب تو اون چشای رنگیش ناتوی موج میزنه. که پدر مادرشون قلابی بوده ها تا عمر داریم ولمون نمیکنه. میدونی برگشتن گیتی هم برام جالبه. نباید سراغشون بری. پول پدر یه برشون. وقتی فهمیدم برگشتی خوشحال شدم. فکر کردم حتما کمکم میکنی. آبروم از بین رفته. زندگیم از هم پاشیده شده. تمام اعتبارم پیش فامیل خانواده و به خصوص بابام رفته. فرامرز برمیگرده. دیگه چه فرقی میکنه؟ خب روی منو کی برمیگردونه؟ فرامرز اگه میخواست برگردونه نمیبرد. تو که میدونی چقدر خانواده من ناراضی بودن. چقدر پدرم ناراضی بود با این ازدواج. وقت من احمق فکر کردم اونا اشتباه میکنن. خب اگه نمیخواست برای چی پاپیش گذاشت؟ من کسی از روش کرده بود؟ اینجوری نیست. چون آخرین باری که من باش تلفنی حرف زدم خیلی هم خوشحال بود از اینکه داره با تو ازدواج میکنه. نگیدی باور نمیکنم. اون هر چی به من گفت دروغ بود.
هرچی گفت دروغ بود، حتی پدر مادرش. بهش گفتم این کارو نکن، ولی به خرجش نرفت. فکر میکرد اگه تنهایی بیاد خواستگاری خیلی بد میشه. آخه فرامرز تو بچگی پدر مادرش از دست داده بود، تقریبا تو خونه ما بزرگ شد. خب پس چرا مادرت تو خانش بود نیورد؟ مهتاب تو سال هاست که منو میشناسی، همون موقع که مدرسه بودیم. بگذاریم، مشکلی برای پرمرز پیش اومده؟ تو هم دوستش داری؟ منم؟ چطور مگه؟ نه نه، منظورم اینه که خیلی دوستش داری. اول اون پا پیش گذاشت، من همیشه عاشق پیشه بود. اون؟ بدل زیاد بد راه نده، منظورم اینه که خیلی سود عاشق میشد. بعدش گیتی، تو چرا حرف تو درست نمیزنی؟ بگذاریم. خب من گفته بود که خوشبختم میکنه، ولی تو که نیازی نداشتی. چشم باز کردی، بابا پولدار، ننه پولدار، عمه ها، عموها، همه پولدار. اینایی که تو داری میگی گرفتاریه، من دارم در مورد خوشبختی حرف میزنم. شاید خوشبختی تعریف های دیگه هم داشته باشه، من تعریفم این بود. این انتظار لعنتی، نگاه سنگین پدر مادر و بقیه، تو حالا منتظر بودی؟ خیلی، ولی دیگه تموم شد. خوش به حالت، تو هم از انتظار در میای، به شرط اینکه حقیقت رو قبول کنی. حرفات یه جوریه گیتی، تو چرا فکر میکنی من منظوری دارم؟ تو زندگی خیلی مسائل برای آدم پیش میاد، اصلا آدم دنیا آمده که یک سری مسائل رو حل کنه، ولی تو خیلی زود به هم ریختی. واقعیت دوست داشتنیه، ولی من از واقعیتهای بعدیش میترسم. انقدر نترس، برو بخواب، فردا خیلی کار داریم. راستی به بابات مینا گفتیم یا اینجا؟ مادرم میدونه، ولی الان فقط برای من این مهمه که اون کجاست. گیتی، فرامرز کجاست؟ برو بالا بگی بخواب، منم خستم. راستی مامانت سه چیزو بهت یاد نداده از شوهرت هیچ وقت نپرسی؟ کی بود؟ کجا بودی؟ کی میای؟ شب بخیر.
رفت. من چه میدونم؟ تو ماشین تو از من میخوای یا اون شوهرشو؟ من چه میدونم فرام از کدوم گوریه؟ باش. همه تو رو از من میخوان. کجایی؟ یه سوء تفاوت بود که تموم شد و رفت. انگار نه انگار که سعید همچین غلطی کرده. سعید تقصیری نداره، زنه پیله ای بود. راستش همون نگاه اول فهمیدم اختلاف حواس داره. خلوز بود. راستش تو این چند روزه انقدر فکر کردم قنباد گرفتم. مگه میشه وصله تن آدم، خارزده آدم، شارعی آدم برای دایش بزنه؟ اونم واسه یه همچین دایی مظلومی. بعد میگم آبجی خانم، حرفای شما رو با طلا باید نوشت خان داداش. صفاتو من میگم باید دستی بالا کنیم و این دوتا رو بکنیم دلونه. دست شما درد نکنه دایی جم. قابلی نداره. ولی آبجی خانم درسته که من شما بزرگتری، ولی خدایش این دوتا میخوام با هم زندگی کنم. حرف حرف ایناست. عزم جون نظرت چیه بابا؟ خلا. البته این غلط میکنه رو حرف من حرف بزنه. سعید جون نظرت تو چیه؟ والا دایی جون من چی شد؟ موتور سوزوندی؟ خجالت میکشه حرف بزنه. کم روه. خودم براشون 7 شبانه روز عروسی میگیرم. 6 شبانه روزش که هیچ، شب هفتشم به همه زرش پلو به مار میگیرم. والا فکر همه چیشم کردم. آخه دایی جون شما نمیذاری که من حد مبارکه. بخ خلوص بی محل نمیذاری دا کلمه حرف بزنیم. تازه داشت مطارق اون داق میشد. شما ابا سلام، حالتون چطوره؟ بله بله حتما گوشی. سعید، با تو کار دارم. با اجازه دایی جو. کی بود؟ پس چرا جواب نمیدی؟ کی بود؟ مهتاب. مهتاب؟ آقا جو مهتاب دیگه کیه؟ همون دخترم شبیه. به به، چشم و دلم روشن آبجی خانم. مثل اینکه این ماجرا کنه کرده. بدون این تولتک سرشو اینه ها گوزفن میبارن. ما رو دست انداختی؟ خادرش تو بمیلی افتر خادر بمیلی و اون نره خرد. دایی جان دارین اشتباه میکنی. تو از همه مرماستری. همه آتش از گوله تو بلند میشه. آقا جو مهتم دیگه چیه؟ به تو چه؟ بابات میدونه آوسته. بریم که الهی بی همه بشی. دایی جون یه دقیقه اجازه بده من برای توضیح بدم. توضیح برای ننت بده. بفرما اینم از داداش حسابی شما. اگه داغ و پجا رو به دلت نداشتم اینا رو میترشم. بریم دختر چرا بایستدی؟ اینجا جای ما نیست. اینا من عطاب شناس شدم. دباسه ما پجا تواب شده. ارچی گفتی؟ تو که نمیخواستیش. بذار برم. مرگ باشی بنگ بار. شما اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید مزاحم شما شدم. فکر کردم که باید با یه نفر حرف بزنم وگرنه دیوونه میشم. تلفن همراهتونم خیلی گرفتم ولی در دسترس نبود. مجبور شدم خونتون زنگ زدم. حالا چی شده؟ دیشب من رفته بودم پیش گیتی. جدی؟ گیتی دیگه دختر همکلاسی قدیم نیست. یه آدم کاملا بیگانه است. چی کار کرده؟ چی کار نکرده؟ البته امشب هم باید برم پیشش.
خیلی وقت اومدی؟ تازه اومدم. اون کیه؟ آژانس. بشین من الان میام. گیتی مادرت بهت یاد نداده که سه کارو هیچ وقت نکنی، دروغ نگی، سر کار نذاری و هم کلاسی قدیمیت هم اشنارو نزنی؟ باز به هم بیختی. میام خدمتتون هم کلاسی قدیم. هیچی. تو رژیمی؟ مردا اینقدر ارزشش ندارن که تو براشون قصه میخوری. من فقط میخوام تکلیفم رو روشن کنم. با کی؟ با تو. با من؟ چرا با من؟ پس با کی؟ معنی اون عکسای اتاق تو چیه؟ یادآوری گذشته. فرماد از این عکس زیاد داره. زیاد داره؟ یعنی چی؟ از خودش بپرس. خودش. خودش آخه الان کجاست که من ازش سوال کنم؟ فردا صبح ساعت 9 اینجاست. الو، سلام، من کد 140 هستم، یه ماشین بفرستید. ممنونم. جایی میخوای بری؟ برای تو گرفتم. فردا صبح منتظرتم. مطمئنی فرمرز میاد؟ بهت قول میدم، مثل یک هم کلاسی. هرچی گم میکنه از من میخواد. سهراب ماشینشو، مهتاب شوهرشو، همه فکر میکنن من میدونم تو کجایی. تو کجایی؟ عشقت اینجا بود، من دکش کردم رفت. میگفت بهش ابراز علاقه کردی، بهش قول دادی خوشبختش کنی. موادو که با ماشین عروس بردیم شما، صبح زود به هوای شنا و دریا یه سره بریم جایی که سال هاست قولشو به هم دادیم. عروس خانمم منتظر و چشم به راهت بمونه و تو رو از موجای دریا طلب کنه. پس چرا زدی زیرش؟ مگه این دختر چه فرقی با بقیه دختر رو داشت؟ از چشات خوندم که دروغ میگی. این دفعه با اون دفعه ها فرق میکنه. راستی گلوت پیش مهتاب گیر کرده. منم شب عروسی به جای رفتن پیش مهتاب خانم کشوندمت اینجا. بعدشم رفتم سراغ ماشین آقا سهراب، چون میدونستم تو ماشینش چه خبره. چرا با من همچی کردی نامرد؟ بعد از تمام بلاهایی که سرم آوردی بازم دوست داشتم. مثل دخترای دیگه با دلی خوش سر سفره عقدت نشستم، ولی تو با هم چی کار کردی؟
اول معتاد، بعد پخش کننده، بعدشم با بی‌انصافی تو با اون سهراب نامرد طلاقم دادین، ولی الان تو چشای تو فقط عکس منه، عکس من، نه مهتاب، من. هر کی هر چی گم میکنه از من میخواد، سهراب ماشینشو، مهتاب شوهرشو. حالا فکر میکنن من میدونم تو کجایی. سهرابم. کجایی؟ جام ماشین فرامرز امروز پیدا کردم، ولی چیزی توش نبوده. از صبحم سه بار اومدم سراغ من. کجاست؟ من چه میدونم؟ سر شبم دختر اومده بود اینجا، اونم سراغش از من میگرفت. بیتی کجاست؟ فرامرز رفیق استرخ و سنا و اسب تو بود، سراغش از من میگیری. گوره بابای فرامرز، ماشین من کجاست؟ آها، دنبال ماشینی. تو که از این ماشینا زیاد داری، نکنه توش یه چیزایی داری. گیتی بعض از این که هست بدتر نکن، تو بازی جر نزن. تو این قمار این ورمیز اون ورمیز نداره، همه باختن. آره، ولی باخت من بیشتره، میخوام جبرانش کنم. تو باختی؟ یا من که دختر رو سکبر بنده باشم؟ وقتی بابام از بالای داربست افتاد و زمین گیر شد، تیشه و ماله و شاغولش و فروخ که با آبرو زندگی کنه، ولی مگه چقدر میارزید؟ اون وقتا که مدرسه ها تعطیل میشد، پدر مهتاب و امثال مهتاب با ماشینای مدل بالا میمدن دنبال بچه هاشون، ولی من باید پیاده تا ته شهر گز میکردم. برای همین وقتی برای اولین بار یه ماشین کولردار جلو پام ترمز کرد، فکر کردم بدبختیام تموم شده. منم میشینم توی یه ماشین کولردار، شیشه هاشو تا خرخره میدم بالا، با جلو مردم محلم چوسی میام. برای همین چشمو بستم به فرامرز، گفتم قبوله. بس دیگه، داری قصه حسین کرد میخونی؟ در عوض این خونه، پول، ماشین، استخ به چه قیمتی؟ بیا به روی بابام؟ بدبخت کردن کلی دختر یا ذره ذره آب شدن خودم؟ نه، نمیارزید. یادت زمانی که فرامرز اومد خواستگاری تو هم باهاش بودی؟ اون موقع پدر مادرش اصفهانی بودن. شب عروسی بابای بدبخت و افلیجم پیشونی اون فرامرز نامرد و بوسید و گفت خیر ببینی. فکر کرد دخترش افتاده تو سرازیری بهشت، ولی خبر نداشت، خبر نداشت اون ماشین دخترش با لباس عروسی و اون ماشین پشت سری که مال جناب عالی بود و ساقدوش اتومات بودید، کلی جنس وجود داشت که داشت میرفت اصفهان یه سری دیگه از جوانه مردم بدبخت کنه. خبه میشه یا خبه ترم؟ را تو بکش برو، دیگه هم هیچ وقت فکر نکن منو میشناختی، و الا تهدید میکنه لخی. نه نه، خوشم اومد، را افتادی، چاو دستت میگیرم. نه واسه من بی پدر مادر.
فقط مونده فرامرز. مهتاب چیکار میکنی؟ اون دنبال فرامرزه، اثبات میکنه. ماشین رو با تمام محتویاتش به دهت میذارم. چی شده؟ دارم سهراب فرستاده. من دنبال مهتابم. اون کجاست؟ مهتاب؟ من زندگیشو به هم ریختم. شما تقصیر ندارین، اون موقع اگه ایران بودین. من هیچ گورستونی نبودم، همش همینجا بودم. خانم شما بد جوری زخمی شدین، بذار بریم بیمارستان. شما به مهتاب بگی میخوام باش حرف بزنم. آخه الان ساعت 5 صبح. خانم بذاریم بریم بیمارستان. بهت گفتم مهتاب بگی، خواهش میکنم. بده به من. الو مهتاب. سلام خانم، من دوست مهتاب هستم. کی؟ چی شده؟ سهراب به مهتاب زنگ زده، گفته فرامرز پیش اونه. فرامرز؟ بالاخره پیدا شد. برو دنبال مهتاب، من میدونم اونو کجا برده. الان شما بیشتر به کمک احتیاج دارین. مهتاب فرامرز میخواست، حالا هم بهش رسید. بهت گفتم برو. کجا؟ یه باغ تو جاده یه لشگرک. ببین عروس خانوم، من دیگه کارم از این حرفا گذشته. میگی فرامرز کجاست یا عمودی دفنت کنم.
چند ساعتی داری این سوال از من میکنی؟ خب من چه میدونم؟ من میدونم که گیتی یه چیزایی به تو گفته. خب برو از خودش بپرس. گیتی خانم؟ پر یعنی چی؟ مهتاب! مهتاب! اون دیگه چی؟ من چه میدونم؟ خوشبختانه سهراب دستگیر شد و باید به سوالات زیادی پاسخ بده. اون زن و مرد گیتی پناهی و فرامرز پارسا متاسفانه کشته شدن. خانم شما هم خیلی شانس آوردین که تا لب شاه رفتین، ولی خدا رو شکر مشکلی براتون پیش نیومد. خواهش میکنم تکلیف اینو روشن کنی. من دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم.